در حالی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از احتمال سفرش به عربستان سعودی در آینده نزدیک صحبت کرد، آدام شیف نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا این رئیس جمهور آمریکا باید به این کشور صادرکننده نفت سفر کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم غیررسمی آن دیدار کند، گفت از نظر من خیر. یک قانونگذار برجسته دموکرات آمریکا اظهار کرد جو بایدن نباید به عربستان سعودی سفر کند و نباید با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ملاقات کند. وی دلیل مخالفتش با این سفر و ملاقات جو بایدن با بن سلمان را گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از تایید عملیات دستگیری یا قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار کشته شده عربستانی الاصل روزنامه واشنگتن پست در استانبول توسط بن سلمان عنوان کرد. جمال خاشقچی که در انتقاد از سیاست‌های بن سلمان مطلب می‌نوشت، در 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسدش مثله شد. شیف که ریاست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگی آمریکا را بر عهده دارد، در گفتگو با شبکه CBS گفت: من پیش بن سلمان نمی‌روم و با او دست نمی‌دهم. او کسی است که یک شهروند آمریکایی را به شکلی از پیش طراحی شده و به وحشتناکترین شکل قصابی و جسد او را تکه تکه کرد. گفتنی است عربستان سعودی هر گونه دخالت ولیعهد این کشور در این قتل را رد کرد و با محتوای یک گزارش اطلاعاتی فوریه 2021 آمریکا مبنی بر اینکه وی عملیاتی را در استانبول ترکیه برای دستگیری یا کشتن خاشقچی تایید کرده مخالفت کرده است. شیف افزود تا زمانی که عربستان سعودی تغییری اساسی در وضعیت حقوق بشری خود ایجاد نکند، من نمی‌خواهم کاری با بن سلمان داشته باشم. او همچنین با استدلال‌ها درباره اینکه بایدن باید به عربستان سفر کرده تا تلاش کند ریاض را به افزایش تولید نفت واداشته و به این ترتیب کاهش قیمت بنزین در آمریکا را موجب شود، مخالفت کرد. افزایش قیمت بنزین به مشکلی برای بایدن و دموکرات‌های همحزب با او پیش از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر بدل شده است. آدام شیف در حالی که می گفت نفوذ عربستان بر قیمت نفت را درک می کند، بیان کرد که از نظر او این استدلال که آمریکا وابستگی خود به نفت را کنار بگذارد تا نگذاری مستبدان و قاتلان تصمیمات را بگیرند قانع کننده است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.